سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 9 صبح. این بخش خبری رو از سرزمین‌های اشغالی شروع می‌کنم. وقتی نظامیان صهیونیست برای تفریح جوان فلسطینی رو مورد هدف قرار میدن. وقف! نو! توريد دلن توريد روح رجل يلا روح 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 صحبت های آیت الله رئیسی در مورد آسیب های اجتماعی تو تبریز. اصل آسیب های اجتماعی یک واقعیت انکارناپذیره و دور از هر گونه سیاه نمایی باید واقعیات رو دید و واقع نگر بود. در این قضیه نه خوشبینی و نه بدبینیه که درش افراط تفریط باشه. باید واقعیات رو دید، با واقعیات مواجه شد و آسیب شناسانه هم برخورد کرد. با آسیب باید به عنوان یک آسیب برخورد کرد، نه به عنوان یک بحران. ما سخن از بحران نداریم، سخن از یک آسیب. نانوایی آزاد پز نداریم، اصلا نرخش هم نباید با نرخ دولتی فرق بکنه. عملا چیزی به اسم آزادپز نداریم. اونی هم که اسمش آزادپزه داره آرد یارانه‌ای، نیمه یارانه‌ای در واقع دریافت میکنه. اونهایی که یارانه‌ای هستن آرد حاصل از گندم 665 تومانی میگیرن، اونهایی که نیمه یارانه‌ای هستن گندم در واقع آرد حاصل از گندم 900 تومانی رو میگیرن. بنابراین فرقی بین واحدهای که اسمش آزادپز هست و یارانه‌ای وجود نداره. نرخنامه ها برای هر دوی این واحدها تنظیم شده، همه باید نصب کنن. واحدهای آزادپز نمیتونن با بهانه این که ما آزادپز هستیم قیمت ها رو رعایت نکنن یا وزن رو رعایت نکنن. و در مورد افزودنی ها هم حتما باید با درخواست مشتری و با توافق مشتری باشه. در یک مورد اجازه داده شده که اگر مشتری درخواست کرد و نان کنجدی خواست، تا 500 تومان در نان سنگک و بربری میتونن افزایش بدن و نان کنجدی ارائه بکنن. در غیر و یه خبر شگفت انگیز و علمی براتون آوردم، جنگ دوتا تک سلولی. تو این تصویری که میخواییم ببینین، میبینین سلول بزرگتر شکست میخوره، اما بعد از 5 دقیقه چه عکس عملی نشون میده؟ دنیای تک سلولی از قشنگی های خلقته. تا بخش خبری ساعت 10 صبح، اخبار خارجی.